هم سردار هم تارمی عملکرد عالی خوبه گلزنیشون ما رو میتونه امیدوار کنه در ادامه مسیر حضور در جام جهانی. یه فرصت برای تارمی که سه تا بازی کنه هنگ کنگی او رو احاطه کردن و اجازه ندادن که ضربه پایانی رو در دهمین دقیقه بزنه. به دنبال زدن چهلمین گل ملیش هست. اینجا با هم ببینیم سه تا بازیکن کاملا معلومه که او رو به خوبی آنالیز کردن. سامان قدوس رو ببینید، یعنی تقریبا 46-7 سال پیش و حالا یک بار دیگه رو در رو با تیم ملی فوتبال کشورمون. این بار فرصت برای ضربه زدن بود، عبور میکنه تلاش ستودنی های صفی که به توپ رسید، همین حرکت و گل برای ایران. گل برای ایران. تلاش احسان های صفی باعث شد که به توپ برسه، یه پاس عالی تو عرض، اضافه شدن سردار آزمون و اولین گل مسابقه در 12 دقیقه که پشت سر گذاشته شد تا نوید بخش یک بازی قشنگتر و با اختلاف گلهای بیشتر برای تیم ملی کشورمون رقم بخوره. چیزی که انتظارش رو نداشت اندرسون به سرش اومد. ببینیم چقدر خوب پاس به عقب رو ارسال کرد، به نظر محبی بود. اضافه شدن آزمون و زدن 48مین گل ملیش خیلی خوب، یه بغل پای فنی به دور از دستان دروازه‌بان هنگ کنگ. اونجا توپ لو بره که پاس بلند رو میسپره به بیرانوند. آزمون عقب‌تر زننده تکل بازی. یه بار دیگه های صفی پشت دفاع، تارمی میتونه گل بزنه، میبره به کناره ها و گل برای ما باز هم با پاس تو عرض. و حالا میتونیم واژه گل 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 رو تکرار بکنیم در ادامه بازی. 15 دقیقه ایران 2 هنگ کنگ 0. چقدر کار آغاز شد. طراحی حمله از درون دروازه شروع شد. سردرگمی و آشفتگی خط دفاعی هنگ کنگ رو ببینید و البته پاس هوشیارانه مهدی و جایگیری حرفه‌ای سردار با یه بغل پا. حالا یه گل دیگه او یه پاس تو در دیگه تو کمونه میکنه. محبی پشت سرش آزمون، حرکت احسان آی صفی، یه ادامه بازی خوب. کاملا خطا بود، احساس ناراحتی احسان. پشت محوطه جریمه به شکلی خیلی حرفه‌ای توپ رو با دست مخالف در آورد. دست بردار نیستن بچه‌ها. توپ با احساس به بیرون میره تا پرچم کمک داور مشخص بکنه از کنار دروازه. تسکا وینگ که نگذاشت برای بار سوم دروازش باز بشه، باید به توپ ضربه بزنه. یه کارت زرد هم نشون داده بازیکن هنگ کنگ که بد جوری کاپیتان ما رو زد. ضربه تماشایی. جهانبخش، رضایان برگردون تارمی که یه لحظه نگاه میکنه به های صفی، پرتاب را انجام خواهند داد. این لحظه ای که تارمی توپ رو در میاره، جانبخش، گل سوم محقق خواهد شد یا خیر. توپ کمونه میکنه، دو تا بازیکن اومدن برگردون بزنن. اشتهای بالای بچهای ما برای زدن گلای قشنگ رو نشون میده که فکر میکنم استو که تارمی خورد به سر و صورت محبی. بچه ها برای گل سوم دارن عجله میکنن، اگر با خونسردی بیشتری کار دنبال بکنن مطمئنن. اینجا با هم ببینیم قبل از اینکه تارمی بخواد تصمیم بگیره بازیکن هنگ کنگ توپش دور کردن. در ادامه اشتباه هافکای هنگ کنگ، آزمون همکاری او با تارمی، یه پاس نمایشی، برگشت توپ، سامان قدوس حی حاضر، یه ضربه بغل پا، توپ
برمیگرده روی واکنش دروازه‌بان هنگ کنگ، جان بخش رو در روی مدافع چپ هنگ کنگ برمیگردونه برای رضاییان که موقع بهتری داره برای ارسال، میفرسه ضربه سر نگاه میکنه اونجا دروازه‌بان هنگ کنگ که توپ طارمی چجوری به بیرون میره. رضاییان ضربه کرنر رو بزنه، کوتاه از همه میگذره، اعتقاد دارم توپ خورده به دست مدافعین، یه پاس بلند بیرانوان بیرونه، نباید اشتباه بکنه، اشتباه هم نمی کنه، خیلی خوب کوشش میده و پرتاب برای هنگ کنگ که شاید اولین و آخرین و جدیترین حمله شون همین فرصتی بود که نصیبشون شد و سوت پایان نیمه اول برتری دو گله تیم ملی فوتبال کشورمون اهل کشور هنگ کنگ هستند. پنجاه و یکمین دقیقه بازی، یه ارسال خیلی خوب، جهانبخش کنترل میکنه، زاویه بسته است، پاس به عقب میتونه بده، حالا این کار انجام میده، فرصت برای گل سوم. مگه میشه باور کرد محبی از این فاصله نزدیک نتونه توپو در دروازه قرار بده؟ بهت و حیرت امیر قلعه نویی از صحنه که میبینه. انتظار این پاس دقیق رو نداشت از سامان قدوس، اما تبحر بالای سامان رو نشون میده در این گونه ارسال ها. توپ راحت به بیرانوند رسید. آی صفی فضا داره، سر بالا نگاه میکنه، موقعیت مناسب رو انتخاب بکنه، بازی رو تو عرض میارند. جانبخش، رضایان کنارش، همکاری این دو، یه لایی میزنه با پای چپ، فریب میده، به هم میریزه و توپو حیف که به بیرون زد. افسوس کادر فنی امیر قلعه نویی که منتظر گل سوم هستند. خیلی خوب به امری خط دفاعی رو علیرضا جانبخش. اینجا یه لایی میزنه، یه سر توپ، یه آدرس اشتباه میده به مدافع حریف، ولی توپ آخر رو هفت بیرون زد. چهار در برابر چهار، تکل خوبه کنانی زادگان، بلا فاصله با توپگیری طارمی رو میبینه، اونجا کنارش هست محبی، فرصت داره برای پاس هوشیارانه، خودش تصمیم میگیره برای ضربه زدن، خوبم میزنه که توپش فشردگی بازیکن‌های هنگ کنگ در اون منطقه واقعا کارو سخت کرده برای یه تصمیم هوشیارانه. یه لحظه فرار از بازیکن هنگ کنگ میره تک به تک بشه، یه پاس تو عرض میده، متمایل به سمت چپ ما و راست خودشون. بیرانوند شروع خوب، کنترل جانبخش، اضافه شدن سایر مهاجمین، یه فرصت گل سوم، ولی توپ با کمترین اختلاف از کنار دروازه به بیرون تا سردار آزمون سومین گلش رو نتونه به ثمر برسونه. شروع خوب بیرانوند، یه پاس به جلو، اضافه شدن آزمون، نوک پای او و در نهایت توپی که با خوش شانسی دروازه‌بان هنگ کنگ را آوت شد. توپ بازیکن هنگ کنگ گرفتند. یه فرار، فرصت برای گل سوم، سردار میتونه خودش بزنه، پاس میده، آفساید هم نیست، ولی آفسایده، چرا خودش نزد آزمون؟ انقدر که عجله کردم بچه ها تو اون پاسای آخر، اینجا در حالی که خودش بوده دروازه‌بان، پرچم کمک داور بالا میره. اینجا قشنگ آزمون خودشو رسون. سومین گل ما معدود اعلام میشه. دقیقه 80 رو داریم پشت سر میگذاریم. اسدی بازم آزمونی باری خودش باید بزنه تو پرو که میزنه و مماس با تیر دروازه به بیرون میده. مثل که 10 دقیقه اول و 10 دقیقه آخر کلن با 70 دقیقه دیگهش فرق داره.
خوبم زد، با نوک انگشتاش توپ رو کورنر کرد. یه لحظه نگاه به دروازه، واکنش دروازه‌بانی. حسدی راه میندازه، تارمی رو میتونه پنالتی اعلام بشه، در نبردی که چسبیده با تارمی حرکت میکرد مدافع حریف، خطای اعلام نمیکنه و واکنش او یه لحظه شارت شد. تارمی از این نما کان چون لوک تو در دستان بیرانوند قرار میگیره تا شاید یک شور مجدد خوب باشیم از او. آزمون رو میبینه میانه زمین، کمک داور اومد یه لحظه پرچم بزنه. رضایان پشت دفاع، سردار آزمون پاس میخواست بده. رضایان فضای به وجود اومده برای گل سوم ما که اصلا قرار نیست گویا ما به گل سوم برسیم. این بار عزت اللهی و یک دو بازیکن دیگه به سمت توپ یورش بردند ولی توپ اینجوری به بیرون رفت. با توجه به اتفاقاتی که در شروع بازی براش افتاد ترمیم بکنه این ضعف رو برای ادامه روند تیمش. تارمی میره تک به تک بشه، با پای چپ میزنه و بالاخره گل زد. تارمی هم در این بازی با پای چپ، همکاری او با آزمون و گل سوم برای ما و چهلومین گل مهدی تارمی در 73 بازی ملیش، نشان از عملکرد خوب او داره. فریادهای امیر قلعه نویی فکر کنم رسمت پاس به عقب هاست، خیلی پاس به عقب دادیم. یه جایی فوتبال دیگه رو به جلوه، پاس به جلو، حرکت رو به جلو و تماشاگر و بیننده تلویزیونی گل میخواد دیگه. بری 11 نفره بزنی زیر توپ و یه گل بازی رو ببری و کارنامه از خودت به جا بذاری، دورش گذشت. فوتبال یک نمایشه، یک هنره به تمام معنیه که باید. تارمی ترابی بهش نزدیک میشه، فضا رو برای او به وجود میاره، تو عرض بزنه تارمی، خودش میزنه، واکنش دروازه‌بانه هنگ کنگ که انصافا بهترین بازیکن تیمش بوده. جواد حسین نژاد رو به زمین میفرسته بالاخره آقای قلعه‌نویی به همراه کریم انصاری فرد. این واکنش دروازه‌بان هنگ کنگ که مانع از گل چهارم ما شد روی شوت مهدی تارمی. اینجوری گذشت. ضربه زننده کدام بازیکن ما خواهد بود؟ نگاه دقیق هایصفی و رضاییان. رضاییان میزنه و گل چهارم رو زد رامین رضاییان، همونطور که همه فکر میکردن شاید احسان هایصفی بزنه غافلگیر کرد دفاع و دروازه‌بان رو. پنجمین گل ملی رامین رضاییان. دو گل دقایق ابتدایی، دو گل دقایق انتهایی، نتیجه 4-0 گام نخست مقابل هنگ کنگ و امیدوار باقی ماندن به بازی‌های بهتر و حضور انشالله در جام جهانی که عرض کردم دیگه حضور در